به دنبال ماها تظاهرات و درگیری های گسترده در ونزوئلا، روز چهارشنبه خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا با استناد به قانون اساسی این کشور خود را به عنوان رئیس جمهور رسمی معرفی کرد. پیش از این پارلمان ونزوئلا انتخابات اخیر ریاست جمهوری را غیرقانونی و باطل اعلام کرده بود. رئیس پارلمان خوان گوایدو در تظاهراتی علیه نیکولاس مادورو گفت که به طور رسمی ریاست قوه مجریه را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا بر عهده خواهد گرفت تا به حکومت غاصبان خاتمه دهد و انتخابات آزاد را برگزار کند. در پی اعلام این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت می‌شناسد. همچنین کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان، آرژانتین، کولومبیا و پرو نیز از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا حمایت کردند. از سوی دیگر روسیه و چین و کوبا و رژیم آخوندی از مادورو حمایت کردند و نیکولاس مادورو رابطه دیپلماتیک با آمریکا را قطع کرده و 72 ساعت به کارکنان سفارت آمریکا فرصت داد تا از ونزوئلا خارج شوند.